ինչ-որ մեկ ընտրաճապա։ Այդ շորդականը ոդին է շորդ سلام مهربانان، خوش آمدید به برنامه ما. بازم در خدمت شما قرار داریم با یک از برنامه جدید آشپزی. امروز استاد امید قرار است برای ما یک برنامه جدید تهیه کنند، بعضی غذاهای جدید قرار است برای ما معرفی کنند که دربارش بهتر از خودشان آماده کنند. ما امروز با دوستا چیکن چامن آماده میسازیم. چیکن چامن؟ چاینیز است. چاینیز است؟ بله. چاینیز است. قبلا آش جوش داده ماندن آماده. آماده. بله، و دری استفاده میشه گوشت مرغ. گوشت مرغ با کرم با اندازه ضرورت و زردک و همچنان دلمه و بعض مسالجات مرچ سیاه و نمک چینایز و دو نوع ساس که به نام ماما ساس و چیلی ساس. ماما ساس و چیلی ساس. ماما ساس چه رقم طعم دارد؟ ترش است؟ ترش است بله. و چیلی ساس هم تون باید بشه. خب استاد چند دقیقه وقت میگیره تهیه‌ش؟ تقریبا 5 الی 6 دقیقه وقت میگیره. درست است. بریم شروع کنیم استاد شان رو. درست است. اول از چیکن شروع میکنیم. باید به این رقم توته شود. بله. دو توته شود از بین. و بعد هم این را هم نازک باشه هم زود توته میکنیم. دراز دراز نازک نازک. بله. شما آشپزی های به این شکل؟ بله. گوشت مرغ توته میشه؟ بله. و کرم؟ بسیار عالی. بند از ضرورت. خب شما غذای چند کشور بلد هستید و از کدوم کشورها را خوشتان میاد غذایشان؟ ما همی پیزا و برگر و همی غذای چینی زندی و پاکستانی آماده میسازم و خوش آمدار میسازم. بسیار عالی. غذای هندی و چینایی را شما هم دوست دارید؟ دارم. من فکر میکنم کسایی که علاقمند به سبزیجات باشن میتونن که از سبزیجات مختلف استفاده کنن اگر میکس میکنن در غذا. شما با امروز برنامه امروز و چیکن چامن بله زردک و کرم کرم میکس میکنن. و میتونیم که دلمام استفاده کنیم. میتونیم دلمام استفاده کنیم. مرچ چطور؟ مرچ اوقدر استفاده نمیشه، فقط بسیار کم از خاطر موته میشه. بله. چیکن چامن اوقدر تون نمیباشه. خب بسیار عالی. از میتونیم تون دوم آماده کنیم، گپ نیست. اما هیچی خود کسی که تون دوست داره تون میخوره، کسی که تون دوست نداره میتونه که اصلا مرچ اضافه نکنه. خب آماده سیم میریم سوی آشپزخانه که بعضی کارهای دیگرش داشت در جریان برنامه برای دوستان معرفی کنیم. دوستان عزیز ما و استاد با هم بریم در آشپزخانه. قرار است که طرز تهیهش برای ما بیشتر معرفی کنم چطور تهیه میشه و با هم همزمان تمشه بچشیم که چطور تم خواد داشت چیکن چامل چاینیز. چیکن چامل دوست دارم تهیه کنم. چیکن چامل فکر کنم آش تهیه شده داشته که قبل جوش داده شده استاد آماده ساختن. بعضی مواد دیگه شما دیدن چطور آماده میشه؟ حالا میریم طرف از اینکه مستقیم کارش شروع کنیم. استاد از کجا شروع میکنیم؟ چی انجام میدیم؟
از گوشت شروع میکنیم و گوشت را کمی سرخ میکنیم. گوشت نازک نازک که ریزه کردن که دوستر ریزه تهیه شد. تکنی که دیدیم اما تو گوشت نازک نازک ریزه کنیم زود آماده شد. تنوع غذا مانند تنوع همه چیز در زندگی مهم است و چی خوب که با برنامه مثل این برنامه ما با تنوع و انواع مختلف غذا و طعم‌های مختلف غذا در اطراف افغانستان و کشورهای مختلف آشنا شویم و همچنان اونا را تهیه کنیم در خانه. پیاز می‌خواهیم؟ پیاز را میکس کردم استاد. روغنش رو کم میکنیم. حال مرچ دلمه زردک و کرم میکس میکنیم. چیکن چامل یک غذای چینایی از نامش پیداست. فست فود است. زود آماده میشه و یکی از غذای خودم دوست دارم. معمولا مخصوصا که یک غذای سپایسی باشم خوند باشم. از خاطر که شما سپایسی را دوست دارین ما امروز بر شما سپایسی آماده میشه. یک دلیل دیگه‌ای است که اسپایسی باشه همه نمی‌خورن. درست. فقط بعضی ها بهتره اسپایسی بخورن. نامش نیست دیگه مهم تعمی است که در حضور آش میپرپیم. آش را اضافه کنیم. ماما ساس و چلی ساس هم اضافه کنیم. چلی ساس هم شده چلی ساس هم بخاطر که دوزایی که علاقه من در مرچ سیاه مرچ سیاه رو مستاد لکس میکنم. نمک چینایی. نمک چینایی. نمک ساده. قدر ضروره است. شوردادانه عادی نیست، شوردادانه استادانه است.
چکن شامل آماده است دوستان عزیز. استاد از آش استفاده کردن، از گوشت مرغ استفاده کردن، از دلمه استفاده کردن، از نمک چینایی استفاده کردن، همه با میکس کردن. یک چیزی که شما در ویدیو دیدین حال با هم میبینیم که طعمش چطور است. فقط خوشایند است، خوشمزه است، تند است، شیرین است، ترش است، خوشتبک است. با هم بچشیم. دوستان عزیز، چکن شامل آماده است. تهیه از این غذا در حدود 8 تا 10 دقیقه بیشتر طول نکشید. ویدیوی رو که شما می‌بینید در حدود 2 دقیقه تا 3 دقیقه بر شما مختصر تشریح می‌ده که غذا چطور تهیه میشه. طعمش واقعا خوشایند معلوم میشه، بوی خوشایندی داره و بسیار گرم است. دوستایی که می‌بینن این برنامه رو میتونن همزمان به دوستاشون پیشنهاد کنن تا این برنامه ما رو ببینن، با غذایی که در افغانستان و رستوران های افغانستان تهیه میشه آشنا شوند و هر غذایی هم که اونا فکر میکنن مهم است تهیه کردنش و طرز تهیهش به درد افغانی هایی میخوره و اونا میتونن طعمش بچشن، میتونن همزمان به ما پیشنهاد کنن. دوستای عزیز، به اجازه شما. بسیار خوشمزه دوستای عزیز. اولی که زود آماده شد با خوشایند گوشت مرغ، چرا خوشمزه مزم خود مرچ دلمه بسیار خوشمزه ساختیشم. در کل غذایی بود که زود تهیه شد، خوشمزه هم هست و معمولا در افغانستان در رستوران افغانستان سفارش میگیرن از این غذای فوق العاده خوشمزه. دوستای عزیز، میتونین برنامه بیشتر ما رو ببینین و با غذای مختلف آشنا شوین. تا برنامه بعدی که بازم به شما غذای جدید معرفی میکنیم، از حضورتان مرخص میشیم. شما را به الله پاک و بنیاد میسپاریم.